حرکت زائران و عاشقان اهل بیت اسمت و طهارت علیهم السلام به سمت شهر مقدس کربلا با پای پیاده جهت شرکت در مراسم زیارت شعبانیه و حضور در شهر مقدس کربلا در روز پانزدهم شعبان المعظم از چند روز پیش از شهرها و مناطق مختلف عراق آغاز شده است مشاهدات میدانی خبرنگار خبرگزاری اخبار حاکی از آن است که لحظه به لحظه بر تعداد زائرینی که با پای پیاده در حال رسیدن به شهر مقدس کربلا هستند افزوده می شود. تا به این لحظه آمار دقیقی از تعداد این زائران در دست نیست و آمار رسمی از سوی مسئولان مربوطه اعلام نشده اما پیش بینی می شود مانند سالهای گذشته میلیون ها عاشق اهل بیت اسمت و طهارت علیهم السلام به فیض زیارت شعبانی نائل شوند در همین حال حازم الحفاظی مدیر کل شرکت اتوبوسرانی وزارت حمل و نقل عراق با نصیف الخطابی استاندار کربلای معلا دیدار و برای انجام برخی همه های لازم برای زیارت شعبانیه گفتگو کرد. الحفاظی در این دیدار تیه اظهاراتی از در اختیار قرار گرفتن 300 دستگاه اتوبوس برای حمل و نقل زایران شعبانیه خبر داد و گفت 150 اتوبوس برای مسیر بغداد به شهر مقدس کربلا و 150 اتوبوس دیگر برای مسیر استان بابل به سمت شهر مقدس کربلا اختصاص یافته و از ساعات اولیه امروز دوشنبه کار نقل و انتقال زائران را آغاز خواهند کرد.